برای صحبت بیشتر در این باره امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران با ما هستن. سلام و وقتتون بخیر. آقای فراغت، به غیر از دلایل زیست محیطی، خشکسالی در ایران به چه عوامل دیگری مرتبط است؟ درود و ادب و احترام به بینندگان تلویزیون امام حسین و اخبار چیه؟ دقیقاً به روش و منش مسئولان جمهوری اسلامی مرتبطه. اخیراً کنفرانسی در دبی برگزار شد که 28 کشور در اون شرکت کردند. اما جمهوری اسلامی به دلیل اینکه گفتن اسرائیل حضور داره شرکت نکردن. خب اگر این طور باشه چرا از 32 سازمان بین‌المللی که اسرائیل هست ایران از اونجا بیرون نمیاد؟ چرا از سازمان ملل بیرون نمیاد به خاطر حضور اسرائیل؟ چرا از یونیسف و یونسکو که اسرائیل هم در اون حضور داره بیرون نمیاد؟ خود این عدم شرکت نشون میده که ما همه چیز رو به عوامل ایدئولوژیک ربط دادیم و این برای مملکت ما و آینده محیط زیست کشورمون به نظر من فاجعه است. فکر میکنم پاسخ به این سوال کاملا مشخص هست که این موضوع در درجه اهمیت مسئولان ما نیست. بله، آیا جامعه امروز ایران متوجه شده که چه پیامدهای زیست محیطی خطرناکی برای فرزندان و همچنین آیندگان ایران در پیش است؟ دقیقا مردم ایران به واسطه کمک‌های انجوهای مردمی و کارشناسانی که در حوزه محیط زیست دارن کار میکنن متوجه شدن که بافت ایران خشک و نیمه خشکه و با کاهش منابع آب روبروه و روز به روز هم نرخ خشکسالی داره افزایش پیدا میکنه. بر همین اساس تو آینده احتمالات زیادی هست از تنازعات قومی به خاطر همون جنگ آبی که بارها مطرح شده و مهاجرت هایی که از مناطق کم آب صورت میگیره حتی به مناطق که آب داره و حتی خارج از کشور. اینها باعث شده که مردم گوش و حواسشون کاملا به این نقطه معطوف بشه. بر همین اساس هم از خود مردم انتظار هست، انجیوهای مردمی که بدون تعارف با این پدیده ضعف کاملا هوشیارانه برخورد کنن و در ابتدا به ساکن نسبت به موضوعات اینچنینی اصلاح الگوی مصرف رو در ساختار ذهنیشون تبدیل به یه روش و منش همیشگی کنن. ما تعارف نداریم، اگر نتونیم کنترل کنیم، چون احساس میشه مسئولان ما به توجه آنچنانی ندارن، اتفاقات ناخوشنودی در آینده فرض کنیم. بله جناب فراغت، آیا حل مشکلات محیط زیستی ایران برای مسئولان ایران در اولویت هست؟ من یعنی با ذکر یه مثال میخوام پاسخ به این سوالتون رو بدم. رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی در تاریخ 16 آذر به دانشگاهی میره که تو اون دانشگاه اون روز آموزش در شهر تهران به دلیل آلودگی هوا تعطیل و یا اینکه تبدیل به آموزش مجازی شده بود و یک بار هم به آلودگی هوا اشاره نکردن. سالهاست که آلودگی هوا و تعطیلی مستمر مدارس در فصل پاییز اتفاق میفته و هیچ اتفاق مثبتی رو ما در این زمینه ندیدیم از سوی مسئولان که حل و فصلش کنن. نوک زدن به مشکلات مشکلاتی رو حل نمیکنه. این که تا هوا خوب میشه و معضل آلودگی هوا تمام میشه و فرد به فراموشی سپرده میشه فکر نمیکنم بتونه اتفاقات مثبتی رو ایجاد کنه و باید صادقانه ما دردها رو بیان میکنیم با عنوان روزنامه‌نگار. احساس میشه که مشکلات محیط زیستی در اولویت مسئولان جمهوری اسلامی نیست و غرق در سیاست خارجی و ایدئولوژی هاشون شدن و همین باعث شده که ما تمام مشکلات رو به صورت تکراری و هر روزه و هر ساله داریم مشاهده میکنیم. بله، خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه. امید فراغت، روزنامه‌نگار از تهران.